و این خیلی اهمیت داره. بخشودن نسبت به خود. حرف می‌کنید شما اگر با آثار سلیگمن آشنایی داشته باشید و اساساً با روانشناسی ایجابی که امروزه به روانشناسی مثبت نگر، مثبت نگر آشنایی داشته باشید، میدونید که یکی از آراء سلیگمن اینه که انسان تا خودش را نبخشاید نمیتونه دیگران را ببخشاید. ما باید بخشودن خودمون رو یاد بگیریم. خب چرا یاد بگیریم؟ به دلیل اینکه ببینید، فرض کنید که من به گذشتم با اتکا به حافظم یا با اتکا به اخباری که شماها میدید یا با اتکا به خاطراتی که از خودم نوشتم، به یکی از این سه جهت من به گذشته خودم که نگاه میکنم دارم سرشار از ظلم بوده. گذشته من ظلم کردم، ستم کردم، تجاوز کردم، تعدی کردم، اعمال خلاف انجام دادم، جنایت کردم، فلان و بهمان. درسته؟ خب ببینید، یک سلسله از این کارهایی که من در گذشته کردم قابل جبرانه، میتونم جبران کنم. خب اونا که شکی نداره که اگه بخوام استراب خودم رو کاهش بدم باید برم اون کار رو جبران کنم. بالاخره یه ظلمهایی هست که کمابیش قابل جبرانه، و اگه من اگه روزی از شما یه خونه رو غصب کرده باشم، خب میتونم بیام این خونه رو تو تحویل بدم. کمابیش البته قابل جبرانه، ولی خب بالاخره اون در واسط ما هست اینه. وگرنه وقتی هم که خونه رو به شما تحویل میدم بازم دقیقا جبران نکردم. توجه میکنید؟ چرا؟ چون خونه بهتون برگردوندم، ولی اون ناراحتی هایی که شما از بیخونگی در این سالها کشیده اید اون که دیگه سر جاش باقیه. ولی خب بالاخره یه مقدار در وسع ما هست که جبران کنیم گذشته رو. اما یه بخشی از آنچه که من در گذشته کردم اینا واقعا قابل جبران نیست، یعنی در توان نه فقط من نیست، در توان هیچ موجودی نیست که بتونن اندو بکنن. به گفته یه فیلسوفان اخلاق، ببینید من بارها گفتم گذشته در اختیار خدا هم حتی نیست. اگه خدایی هم وجود داشته باشه با قدرت بی نهایت، اونم گذشته رو نمیتونه تغییر بده. ولی خدا میتونست دیروز کاری بکنه که من نهار نتو کنیم. دیروز خدا میتونست کاری بکنه که من نهار چلو کباب خورده باشم. همون دیروز، همون وقت، دیروز ظهر میتونست خدا کاری بکنه که من چلو کباب بخورم. اما اگر من دیروز چلو کباب نخورده باشم، الان که یک شبانه روز گذشته، دیگه خدا نمیتونه کاری بکنه که من دیروز چلو کباب خورده باشم. دیگه نمیتونه. به محض اینکه چیزی گذشت، دیگه از حدود اختیارات هر موجودی بیرونه، از حدود اختیارات خدا هم بیرونه. این یعنی گذشته اندو شدنی نیست. گذشته رو نمیشه کلافش رو از رو باز کرد. نه، گذشته رو که علم یکون نمیشه کرد. این واضحه. خب حالا من اون مقداری که قابل جبران جبران میکنم، ولی اون مقداری که قابل جبران نیست، اگر من دائما به خودم عذاب بدم به کی سود رسوندم؟ فرض کنید من یه ظلمی به شما کردم و این ظلم قابل جبران نیست. اون مقدارش که قابل جبرانه که جبران کردم. اون مقدار که قابل جبران نیست، این که دائما من در گذشته زندگی بکنم و دائما به خودم سرکوفت بزنم و خودم رو سرزنش کنم و نکوهش بکنم و دائما به خودم پشتی بگیرم و هی خودم رو زمین بزنم، این به سود کیه؟ به سود شما که نیست، به خاطر اینکه من کاری که نمیتونم بکنم، اون مقدار که تونستم جبران بکنم که کردم، اون مقدار که نمیتونم که نمیکنم، ولی به زیان خودم هست. خب این درد و رنج غیر لازم است که من دارم به خودم وارد میکنم. یکی از مصادیق درد و رنج غیر لازم اینه که شما گذشته غیر قابل جبران رو بر خودتون نبخشایید. وقتی نمیبخشاییم بر خودمون، یعنی عفومون شامل حال خودمون نمیشه، اون وقت در واقع میدونید دو تا کار بد میکنید. این دو تا کار بد که میگنیم به غیر مصلحت. اولین کار غیر مصلحت اندیشانه که میکنیم اینه که دارم کاری میکنم که به شما که بهتون ظلم کرده ام سودی نمیرسه، ولی به خودم زیان میرسه. این یکی. و اما کار دوم اینه که وقتی من خودم رو نمیبخشم، سلف ریسپکت خودم پیش خودم کم میشه. یعنی خودم از چشم خودم میفتم.
چون نتونستم خودم رو ببخشم و عفو بکنم، از چشم خودم میفتم، دیگه پیش خودم حرمت ندارم، عزت ندارم. توجه میکنید؟ وقتی که سلف ریسپکت من از بین میره، یعنی به خودم که نگاه میکنم به چشم یه آدم حقیر به خودم نگاه میکنم، به چشم یه آدم جنایتکار به خودم نگاه میکنم، این باعث میشه که من در آینده هم کارهای خطای خودم رو باز چه میکنم؟ تکرار میکنم. آدم وقتی سلف ریسپکتش رو از دست میده، کار خطا رو جبران نمیکنه و بلکه باز خطاشو تکرار میکنه. من یه مثال خیلی خوب بزنم که واقعا این مثال عالمانه است. ابو سعید ابوالخیر ازش نقل کردن که میگفت که من اگر، ابو سعید میگه، میگه من اگر یک شخصی در نصف روز 70 نبی مرسل خدا رو کشته باشه، میخواد بگه دیگه مثلا جنایتش دیگه حد نداشته باشه، میگه اگر کسی 70 نبی مرسل خدا رو در نصف روز قتل عام کرده باشه و بیاد وارد مسجد بشه و تو مسجد توف بندازه، توف انداختن تو مسجد به لحاظ شرعی مکروهه، حرام نیست ولی مکروهه. میگه اون آدمی که قاتل 70 پیغمبر، اگه بیاد تو مسجد توف بندازه، من بهش میگم فلانی توف ننداز، تو نامه اعمالت یه عمل مکروه الان برات مینویسم. میگه چرا من اینو بهش میگم؟ میگه به خاطر اینکه اگر من اینو بهش نگم، میگه پس ابو سعید مرا دارای وضعی میدونه که دیگه پرونده من از نظرش چی در واقع مختومه 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 است. توجه میکنی؟ دیگه ابو سعید منو کسی نمیدونه که دیگه اصلا چیزی بشه به من کمکی کرد. میگه این که دیگه پروندهش مختومه مختومش، این 70 پیغمبر رو کشته دیگه. خب وقتی 70 تا پیغمبر رو کشته باشه و به نظرش بیاد که پروندهش دیگه مختومه است، اون وقتی که فردا این دو تا قتل دیگه هم پیش بیاد میکن. چرا؟ چون میگه دیگه آب از سر که گذشت، چه یک وجه چه صد وجه. اما وقتی من ابو سعید بهش میگم توف ننداز، دارم بهش میگم که تو هنوز وضعت جوری نشده که کاملا پرونده چی شده باشه؟ مختومه شده باشه. با اینکه 70 پیغمبر رو کشته ای، ولی هنوزم پرونده مختومه نیست. وقتی بگم هنوزم پرونده مختومه نیست، اینقدر مختومه نیست که یه توفش امروز حساب میکنن، وقتی میگه عجب، پس من هنوزم پرونده میتونه نتیجهش غیر از اونی باشه که تا الان هست. چون اگه نتیجهش غیر از اون نمیتونست باشه که میگفتن دیگه توف هم بنداد، دیگه هر کار میخوای بکنی بکن. این میدی به زبان روانشناسی امروز یعنی چی؟ یعنی من عزت نفس به طرف میدم، میگم تو هنوز موجود محترمی هست، درسته اون کار رو کردی، ولی هنوز اونقدر محترمی که کاری که آدم های محترم میگن نباید بکنه، به تو هم میگم تو هم نکن. این کم کم بر خودش یک ریسپکتی پیدا میکنه، سلف ریسپکت براش حاصل میاد و این باعث میشه بعدها دیگه کارهای دیگه رو نکنه. شما وقتی نمیبخشی طرف را، این باعث میشه سلف ریسپکتش از بین میره. حالا من بحثم تو ابو سعید نبود، چون داشت دیگری رو میگو، من خواهم میگم راجب خودمونم همینجوره. ما اگر خودمون رو نتونیم عفو بکنیم، تا باز از نو پاکیزه به نظر خودمون بیایم، وقت ممکنه دیگه بقیه زندگیمونم بگیم که سنجاق کنیم به آیندهمونم به گذشتمون. آدم وقتی آیندهش رو به گذشتهش سنجاق نمی‌کنه، چه گذشتهش رو تطهیر کرده باشه، وقت بگه حالا که دیگه گذشتم رو تطهیر کردم، پاکش کردم، دیگه پس آیندهم تر و تمیز باشه. اما اگه گذشتهتون احساس بکنید که تطهیر شده نیست و کاملا توی منجلابی از فساد فرو رفته اید، میگید خب حالا دو قلم دروغ دیگه هم که بگید. آدمی که آدم کشته، دروغ گفتن براش چیز مهمی نیست، به شرط اینکه بهش بگن تو دیگه پروندت مختوم. ولی اگه بگن با این که آدم پشته ای، بازم جای اصلاح داری، بازم میتونی به روز اولت برگردی، اون وقت این میگه خب حالا که اینجوره من این کار رو نکنم. این خودبخشودگی خیلی امر مهمیه و این که ما با خودمون نمی کنیم، در واقع داریم درد و رنج غیر لازم به خودمون وارد میکنیم و این درد و رنج غیر لازم به خودمون وارد کردن باعث میشه که در آینده هم باز اضطراب روی اضطراب. آدم باید یه وقتی خودشو ببخشه. علامت این که واقعا، و من همیشه اینو گفتم،
حالا خوب این مثال به ذهنم الان اومد که براتون بگم. فرض کنید دوستان توجه بکنن، فرض کنید من یک ظلم قطعی و یقینی به شما کرده باشم که هم شما قطع و یقین دارید که این ظلم بیان و آشکار بوده، هم خودم یقین دارم. فرض کن. ولی بعد از مدتی، یک ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، فرق نمی‌کنه، بعد از یه مدتی من بیام پیش شما، ولی شما یقین کنید که با تمام وجودم پشیمانم. یه وقت شک دارید در این که پشیمان باشم؟ ممکنه فکر بکنید دارم فیلم بازی میکنم، اونو نمیگم. نه، فرض کنید از یه جایی شما یقین کردید که من با تمام وجودم از این ظلمی که به شما کردم پشیمانم. اگه با تمام وجودتون بدونید که من پشیمانم، شک نکنید در این که پشیمانم، از لحاظ اخلاقی وظیفه خودتون میدونید منو ببخشید یا نه؟ اگه شک نداشته باشید که من پشیمانم، یعنی اگه شک نداشته باشید میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که این مصطفی فقط چهره و ظاهرش هم مصطفی است. چون اگه با تمام وجودش مصطفی پشیمانه، یعنی آدم دیگه ای شده. اونی که اون جنایتو کرد دیگه نیست، چون الان با تمام وجودش داره میسوزه از این کاری که کرده. پس یعنی یه آدم دیگه ای شده، فقط شناسنامش هنوز میگه این مصطفی است و فقط فیزیکش هم فیزیک هم مصطفی است. خب میبخشیدش دیگه، درسته؟ چرا؟ چون میگه این واقعا یه آدم دیگه است، این که اون آدمی نیست که اون جنایت کرده. اون که اون جنایت رو با من کرد یه آدم بود، این الان یه آدم دیگه است، فقط پوست صورتش و نمیدونم اسکلت بدنش همون اسکلته. میبخشید، درسته؟ خب اگر مرا میبخشید وقتی یقین میکنید که من پشیمان شدم، چرا وقتی خودتون از گذشته خودتون پشیمانید خودتون رو نمیبخشید؟ خیلی وقتا که شما دیدید که واقعا از گذشتتون پشیمانی، یه وقت با خودتون تعارف ندارید، اون جایی که واقعا از خودتون پشیمانی، چه خودتون نمیبخشید؟ بگید من اگه یه بیگانه اومده بود پیش من و من واقعا فهمیده بودم پشیمانه، میبخشیدمش. خب حالا خودم رو چرا نمیبخشم؟ مسئله بر سر اینه که اون چیزی که نسبت به دیگران وظیفه اخلاقی ماست، نسبت به خودمون هم وظیفه اخلاقی مونه. و اگر وظیفه اخلاقی من اینه که آدم واقعا پشیمان رو ببخشم، فقط دیگران که مشمول این حکم نیستن، خودم مشمول این حکمم، و اگه واقعا یقین دارید که پشیمانی خودتون ببخشید. خب حالا از کجا یقین کنم که پشیمانم؟ از این که واقعا عزمم جزمه که دیگه این کار رو تکرار نکنم. گذشته که نمیتونم کارش بکنم، ولی واقعا عزمم جزمه که این کار رو تکرار نکنم. اینم نکته 13 همین بود که خدمتون عرض کردم. نکته 14 هم رو میخواستم بگم که اون نیاز به یک مقدمه ای داره که احساس میکنم که ساعت 9 میشه و نمیتونم. حالا امیدوارم که تو دو جلسه 14 تشو گفتم، توی جلسه